همپازی کالبدی. موضوع از این قراره که ما کالبدهای مختلفی داریم. خوب توجه بکنید، ما کالبدهای مختلفی داریم. کالبد فیزیکی، جسم، کالبد روانی، کالبد ذهنی. درست شد؟ و کالبدهای دیگه. مواقعی پیش میاد که ما به طور کلی موقعیت خودمونو گم میکنیم، حتی اسممونم یادمون نمیاد و به هم میریزیم، به طوری که نه موقعیت رو تشخیص میدیم کجا هستیم، نه حرفایی که میزنیم، چیزایی که میگیم، هیچ تسلطی نسبت به هیچ چیزی نداریم. یه به هم ریختگی خاص. حالا اگه بگم چند تا از دوستان اینو تجربه دارن جواب میدن یا نه؟ خب چند نفر؟ ببینید که یعنی یک حالتی که یه دفعه دچار یه به هم ریختگی که موقعیت و مکان و چی دارن میگن و اسمشون و همه چیز از دست میره. اتفاقی که میفته، اولا انتهای این قضیه جنون آنیست، یعنی تعریف ما از جنون آنی عدم همپازی کالبدی بگیم. ذهن ارتباطشو با کالبد از دست میده، روان از دست میده، لذا ما نه درک احساسات پیش میاد، نه ادراکات و نه تعیین موقعیت و محل، همه چی از دست میره. انتهای این قضیه جنون آنیست. خب یه مطلبی که هست، جنون آنی از نظر ما، البته فراموش نکنید چی داره که ما میگیم با بیرون خوب خیلی تفاوت میکنه، عدم همپازی کالبدی وجود انسان. وقتی ذهن، روان، جسم ارتباطشو از هم دست بده، ما هیچ احساسی خاصی نخواهیم داشت، هیچ ادراک خاصی نخواهیم داشت و تشخیص موقعیت هم که سنسورهای فیزیکمون میخواد برامون مکشوف کنن، اونا رو نخواهیم داشت، لذا یه دفعه رو هوا معلقیم. درست شد یا نه؟ یکی از مسائل با در دنیای عرفان، مسئله این است که به وجود آوردن یک ثبات برای انسان. انسانی که یه دفعه به هم بخوره در دنیای عرفان جایگاهی نداره، تا یه جای میره. اگر شما یه نفر رو ببینید به یه جاهایی رسیده ولی یه دفعه به هم ریخت و اینا، شما چیکار میکنید؟ روش یه خط میکشید. میکشید یا نمیکشید؟ حالا به هر جام رسیده باشه، لذا ما پله 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 میریم بالا، در هر پله نقایصی باید چی بشه؟ رفع بشه. انسان متعالی نمیتونه به هم ریختگی اینجوری داشته باشه. درسته یا نه؟ بله؟ درست شد؟ خب لذا یه ارتباطی میگیریم، در این ارتباط ما هدف اصلی همپازی کالبدیه و شما در اون نیروی رو میبینید که حالا دوستان میگن میبینید، که یعنی منظورم اینه که نیروی روشون هست، حالا آمار میگیریم بعدن، یه نیروی و با همراه با فشار و اینها وارد میشه.